الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، وإن الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، وتعرض علي أعمالكم، فإن بجدت خيرا حمدت الله، وإن بجدت غير ذلك استغفرت الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد. اللهم ما قدرت لنا من خير وشرعنا فيه بتوفيقك وتيسيرك، فتممه لنا بأكمل الوجوه وأصوبها، فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أيها الحفل الكريم، قد تشرفنا في هذا اليوم المبارك في هذا المجلس الذي اجتمعنا بمناسبة ختم صحيح البخاري. وقد تشرفنا بحضور كبار الشخصيات من بلاد العربية والإسلامية، سعادة الشيخ الأستاذ الشيخ عفيف الدين الجيلاني من بغداد، تشرفنا بحضوره. مطعنا الله بطول حياته مع الصحة والعافية. وكذلك تشرفنا ونفرح ونسر بحضور معالي الشيخ عبد الله عبد الجليل الفهيم من الإمارات العربية المتحدة، والذي يقدم جائزة في كل سنة لمن يكون فائزا في المسابقة، في مسابقة القرآن الكريم. الحمد لله، في هذه السنة وقد حضر لدينا لأن يقدم الجائزة بيده
المباركة، وهو من الأغنياء الأصخياء الكرماء الأجلاء المعروفين في الإمارات العربية المتحدة، وكذلك تشرفنا بحضور سعادة الشيخ ناصر يوسف الزعابي من الإمارات العربية المتحدة. وهناك شخص كبير وهناك شخص كبير مربي تعال من الحكماء المعروفين في الهند وفي أمريكا سعادة السيد نزار أحمد، ساينتست شاطرجا، وكذلك من العلماء الأفاضل من إندونيسيا الشيخ عمر الثقاف من السادة الأجلة، وقد حضرت عنده في الاحتفال الكبير في إندونيسيا، والدكتور من أمريكا أيضا حاضر هنا، إن شاء الله سيلقون بعض الكلمات بحسب الوقت القصير، الأوقات قليلة جدا، ولذلك لا أطيل الكلام. كلهم تحملوا المشاق لحضور هذا المجلس العاطف، لا نستطيع أن نكافئهم على تحمل المشقة إلا بالدعوة الخالصة والتبطل إلى الله والتضرع إليه. أيها الحفل الكريم، أيها العلماء، نحن عندنا إثناء آل من البرامج. البرنامج الأول تقديم جائزة القرآن. إنكم تعلمون إن القرآن الكريم كلام الله القديم، لا يمكن التحريف والتغيير والتبديل في كتاب الله عز وجل. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله في تفسير هذه الآية: وبقاء القرآن من غير تحريف وتبديل وتغيير مع طول الزمن وكثرة الدواعي من أكبر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله حتى الآن بقي القرآن، وإلى يوم القيامة يبقى القرآن من غير تحريف وتغيير وتبديل، وهو بحفظة القرآن في هذه الجامعة. الحمد لله يحفظ كل سنة عدد كبير
يتخرج من هذه الجامعة من حفاظ القرآن، وهم مع حفظ القرآن يتعلمون معانيه وسرائره وآثاره وأحكامه، وهم يتثقفون بالثقافة الإسلامية، يخرجون من هذه الجامعة بعد أن حصلوا على السند والشهادة على حفظ القرآن وتعلمه. وهنا اليوم عندنا البرنامج الثاني، ختم صحيح البخاري. إنكم تعلمون أن الإمام البخاري رحمه الله قد توفق بين المحدثين بالحفظ وصحة الأسناد والعقل ومحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. حصل الإمام البخاري على هذه المرتبة العليا لكونه محبا للحبيب صلى الله عليه وسلم ومعظما لحديثه صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام البخاري: ما كتبت حديثا في صحيح البخاري إلا بعد أن اغتسلت وتوضأت. ففي صحيح البخاري مع التكرار أكثر من 7000 حديث، من دون تكرار حوالي 4000 حديث، وهو يكتب الحديث بعد الغسل والتوضؤ، وهو تعظيم للحبيب صلى الله عليه وسلم وتعظيم لحديثه صلى الله عليه وسلم. وفقه البخاري في تراجمه ويحفظ في التراجم آدابا كثيرة. انظروا إلى باب واحد: باب من أتى سباطة قوم فبال قائما. ولم يقل باب بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما، ولم يقل باب بول النبي صلى الله عليه وسلم قائما، لأنه بال قائما عند الحاجة الشديدة وعند الضرورة، وهو جائز أو لبيان الجواز مرة واحدة ولو كان جائزا. هذا خلاف الثقافة المعروفة بين المسلمين، ولذلك لم يقل هكذا، ولكن باب من أتى سباطة قوم فبال قائما. انظروا إلى تعظيم، انظروا إلى هذا التعظيم، انظروا إلى هذا النظر القويم. أيها العلماء الكبار والصغار والطلبة، عليكم أن تحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحبوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظموها وتكرموها بهذا الإكرام والتعظيم الذي وصفانا به مشائخنا الكرام في زمن تعلمي، ونحن تمسكنا بهذا التعظيم حسب ما نستطيع، ولذلك وفقنا الله تعالى لتعلم صحيح البخاري ودرسه. وأنا كما تعلمون درست البخاري 50 سنة بفضل الله سبحانه وتعالى. أنا
أقول أما بنعمة ربك فحدث، لا أقول فخرا ولا رياء ولا سمعة، بل أقول ألا قولي أما بنعمة ربك فحدث. أنا أعتقد أن هذا التوفيق له أسباب، منها تعظيم الأساتذة وتعظيم الوالدين وتعظيم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم ما علمه الله. وعليكم من تعلموا وتكرموا ما علمه الله سبحانه وتعالى. وأنا لا أطيل الكلام، وأرحب ترحيبا حارا لجميع الحاضرين في هذا المجلس الميمون، والله سبحانه وتعالى يجمعنا ويجمعهم في جبال الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. ويقرأ آخر الباب من صحيح البخاري سعادة الشيخ فضيلة الشيخ الأستاذ عفيف الدين الجيلاني بين يديكم إن شاء الله. لا بعد قليل كوثر പ്രിയപ്പെട്ട സഖാഫികൾ, സഖാഫികളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ ഇനി കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഈ പറയപ്പെട്ട അതിഥികളെല്ലാം ഉണ്ട്. അതിനു പുറമെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ അബ്ദുസ്സലാം സാഹിബ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സിഇഒ, രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സിഎം ഇബ്രാഹിം സാഹിബ് നമ്മുടെ എല്ലാ പരിപാടികളിലും വരുന്ന ആളാണ്. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി ഇവിടുത്തെ ദുആക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വന്നിട്ടുണ്ട്. അവർ രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കും. നമ്മുടെ മൻസൂർ ഹാജി തുടങ്ങി പലരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതിനു മുമ്പ് സഹീഹുൽ ബുഖാരിയുടെ കിതാബു തൗഹീദിന് ഞാൻ നേരത്തെ എഴുതിയ ഷറഹ് മുമ്പ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ജിൽദ് ഇങ്ങെടുത്തോ യൂസഫ്, ഒരു ജിൽദ്. ആ പൊതിയുണ്ട്. ഇത് രണ്ടാമതായി കിതാബ് ബദഉൽ ഖൽഖിന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഷർഹാന് തദ്കീറുൽ ഫതാ തദ്കീറുൽ ഖാരി ബിഷറഹ് സഹീഹുൽ ബുഖാരി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇത് പ്രകാശനം ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ടു വാക്ക് പറയാം. هذا كتاب صنفته تذكير القاري بشرح صحيح البخاري لكتاب بدء الخلق فقط. قد نشرنا قبل كتاب التوحيد إن شاء الله. إذا يقول كان പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു മർക്കസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് അലി ബാഫക്ക് തങ്ങൾ, ഷെയ്ഖ് അഫീഫുദ്ദീൻ ജീലാനി അവർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട്.
أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. സഖാഫികളോട് ഇനി കൂടുതൽ ഞാനൊന്നും പറയേണ്ടതില്ല. നമ്മുടെ സ്ഥാപനം നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയാണ്. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കളാണ്. റബ്ബന ഹബിലന മിൻ അസ്വാജിന ഖുറത്ത അയ്യുനിൻ വജ്അൽന ലിൽ മുത്തഖീന ഇമാമ എന്ന ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ ഇമാം റാസി പറഞ്ഞതായിട്ട് കാണാം, അദ്ദുറിയത്തു ദുർറിയത്തുൻ ജിസ്മാനിയ ദുർറിയത്തുൻ റുഹാനിയ, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ദുർറിയത്താണ്. ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ തന്നെ സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ കാണാം, മാ അഖറ لأحد من أن يرى حبيبه يحب الإسلام، ما هو الشيء الذي يكون قرة عين من أن يرى حبيبه يتمسك بدين الإسلام؟ فإذا قرة عين നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ച മനസ്സിലാക്കിയ ഈ മഹത്തായ തത്വം പരിശുദ്ധമായ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅയുടെ ആശയ ആദർശങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും എന്തെന്ത് പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും അതിനെല്ലാം തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്ത് ദീനിന്റെ പ്രഭ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മുഴുവനും അല്ല ലോകത്ത് മുഴുവനും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ കാരണക്കാരാവണം. നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കണം. യുസബ്ബിത്തുല്ലാഹുല്ലദീന ആമനു ബിൽ ഖൗലി സാബിത്ത്, സാബിത്തായ ഖൗൽ, മാറ്റമില്ല, അല്ലാഹു തആല കൊടുക്കുന്ന ഒരു മഹത്വമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സുബൂത്ത് വേണം, സബാത്ത് വേണം, നാം ഇളകിപ്പോകാൻ പാടില്ല. ശരിയായ നിലക്ക് കശദറത്തിൻ തയ്യിബത്തിൻ അസ്ലുഹാ സാബിത്തുൻ വഫർഉഹാ ഫിസ്സമാ തുഅതി ഉകുലഹാ കുല്ല ഹീൻ, ഇതാണ് ഒരിക്കലും ഇളകിപ്പോകാത്ത വൃക്ഷം, നല്ല പേരുറപ്പുള്ള വൃക്ഷം, അതിന്റെ ഫലം എപ്പോഴും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൃക്ഷം. ആ വൃക്ഷത്തോടാണ് അല്ലാഹു തആല ശരിയായ മുഹമ്മിനെ ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു, വബശ്ശിരിൽ ലദീന ആമനു ിൽ بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. الله من حبيب نمك ركنان نمك قدمان الله من ذلك الولي قدم الله ثانم الله بكديم نمك الله من ذلك الكركان الله بكديم حبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنغلان. അതുകൊണ്ട് ആ നിബിധങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ചര്യ, അതിൽ നിന്ന് ഒരാണുവളവ് വിട്ടുപോകാതെ അതിനെ എല്ലാവരും മുറുകെ പിടിക്കണം. നിങ്ങളാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ, നിങ്ങളാണ് ഈ
ദീനിന്റെ പ്രവർത്തകർ, നിങ്ങളാണ് ദീനിന്റെ പ്രചാരകർ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. മർക്കസിന്റെ സമ്മേളനം ഇൻഷാല്ലാ ഡിസംബർ ലാസ്റ്റിൽ നടക്കുകയാണ്. 21-ന് ലാസ്റ്റ് സമ്മേളനം നടക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രചാരകരും പ്രവർത്തകരുമാകണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൽക്കാലം എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. നമുക്ക് ഇന്ന് ഭക്ഷണം നൽകിയവരുണ്ട്, നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തെ എപ്പോഴും ഭക്ഷണം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. കൂടാതെ ഇന്ന് ഈ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കിതാബ് 5000 കോപ്പി അടിക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചതായിരുന്നു. തൽക്കാലം കാശ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വെറും 500 കോപ്പി മാത്രമാണ് അടിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ 5000 കോപ്പി അടിക്കാൻ ഉള്ള 700,000 ഉറുപ്പിക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നാം പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഹസൻ ഹാജി തരാമെന്ന് ഏറ്റതുകൊണ്ട് അത് തന്നെ അടിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ പഴയ വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രം മജീദ് മുസ്ലിയാരുടെ അടുക്കൽ പോയി നിങ്ങളെ പേര് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കോപ്പി നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ഇക്കൊല്ലം പരീക്ഷ എഴുതിയ ഒറ്റ കുട്ടി വാങ്ങണ്ട, അടുത്ത് അടിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കും തരും. പഴയ കർണാടകത്തുനിന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ വന്നവർക്ക് നമ്മൾ മുൻഗണന നൽകണം, അവർക്ക് കൊടുക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ആ കാശ് തരാമെന്നേറ്റ ഹസനജിക്കും അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ ഹാള് നേരത്തെ 25 ലക്ഷം ഉറുപ്പിക ചെലവഴിച്ച് എം.എ. യൂസുഫ് അലി സാഹിബ് ചെയ്തു തന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ പേരിൽ. ഇപ്പോൾ ഇത് വലിപ്പം മതിയാകാത്തത് കൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാ അങ്ങോട്ട് നീട്ടി 15 ലക്ഷം ഉറുപ്പിക വീണ്ടും ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഹാളിന്റെ പന്തൽ ഇപ്പോൾ ആധുനിക രീതിയിൽ നീട്ടിയിട്ടുള്ളത് ചാലിയം കരീം ഹാജി സഹായിച്ചിട്ടാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവായ ചാലിയം ബാവ ഹാജിയുടെ സ്മരണക്കായി അള്ളാഹു തആല ബാവ ഹാജിയുടെ ഖബറിനെ സ്വർഗ്ഗറപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ യൂസുഫ് അലി സാഹിബിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു തആല ബർക്കത്തിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ഖബറിനെ അള്ളാഹു സ്വർഗ്ഗറപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അത് തന്നവർക്ക് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടെ. ഈ സ്ഥാപനത്തിന് സഹായിച്ച് സഹകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു തആല സഹായിക്കുമാറാവട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളവറുകൾ നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ തങ്ങളവറുകളും ഇവിടെ എത്തി. അതുപോലെ സയ്യിദ് ഹബീബ് ഗോയ തങ്ങളുണ്ട്. മറ്റെല്ലാ ആളുകളും ഇവിടെയുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ആ ഇന്നിട്ട് ജായിസത്തിൽ കുറുകാൻ പേ കൊടുക്കട്ടെ.